بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام و وقت بخیر حضور شما بیننده عزیز، خانواده گرامی و هموطنان ارجمند. بیننده عزیز، شما مشاهده کننده برنامه 104 اخلاق در خانواده هستید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید همیشه شاد و آرام و صحتمند باشید و با این امید میپردازیم به برنامه امروز و این هفته اخلاق در خانواده. همونطوری که کماکان استعزار دارید، برنامه اخلاق در خانواده سه شنبه ها از ساعت 8 الی 9 شب به وقت تورنتو از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 پخش و نشر میشه. این برنامه تا هفته آینده، یعنی سه شنبه آینده، ممکنه چند بار تکرار و یا بازپخش داشته باشه و ضمناً شما میتونید که برنامه اخلاق در خانواده را از طریق یوتیوب و یا فیسبوک نیز بیننده باشید. در برنامه هفته قبل ما بحث داشتیم در رابطه با ازدواج ها و عرض کردیم که یکی از مباحثات بسیار عمده و اساسی جهان بشر همین مسئله ازدواج است و یکی از زیباترین و شکیلترین رویداد زندگی هر انسان در واقع همین مسئله ازدواجه. و ازدواج عرض کردیم که یک امر الهی است، چون قاعده زوجیت در نظام الهی یک اصل حاکم هست. وقتی دستور الهی باشه، پس ازدواج خودش یکی از وجایب و مکلفیت های فرض و یا فرضی شمرده میشه. و وقتی دستور باشه، امر مقدسی هست. وقتی نهاد ازدواج نهاد مقدسی باشه، ماها ملزم به حفظ و حراست از این وجیبه مقدسه ازدواج هستیم. با این زمان که یک وجیبه بسیار مقدس و زیبا هست، به واقع یکی از مشکلترین معضلات امروزی خصوصا برای جوانان امروز ما، برای از که بتونن یک آیدیال مطلوب و دلخواه خودشان رو پیدا کنن، همین مسئله ازدواج هسته. برای از که ازدواج در واقع مستلزم یک سری دانش و اطلاعات هست که باید کسانی که متوسل به این امر میشن، میخوان ازدواج بکنن، قبل از ازدواج باید آیین زندگی را بلد باشن، اصول ازدواج و پرنسیپ های ازدواجی را بلد باشن، یک سری اطلاعات و معلومات و دانش در زمینی ازدواج داشته باشن. و عرض کردیم که خیلی از ازدواج های هست که در جهان کنونی ما در شرایط فعلی با کمال تأسف باید گفت که اوقلایی نیست. ازدواج هایی که واقعا مبتنی بر معنویت باشه نیسته، به این معنی که همونطوری که عرض کردم آگاهی تام در مورد ازدواج ها وجود نداره، معنویت درست وجود نداره، کفویت و سنخیت در رابطه با ازدواج ها نیسته. به طور کل آدرس ازدواج بلد نیستند، به این معنی که به طور مثال اگر ما یک راننده را در نظر بگیریم که مهارت تام داره، لایسنس داره و بعد موتر آنچنانی آخرین سیستم داشته باشه، بنزین فراوان داشته باشه، انشورنس و بیمهش همه تکمیل باشه، یعنی از هیچ رهگذر راننده تردید و تشویش نداشته باشه، اما اگر آدرس رسیدن به مقصد نداشته باشه، فکر میکنم اینا همه ظاهر قضیه است به شکل فنسی یا تجملی است که او به مقصد نمیرسه.
ازدواج هم همینه، وقتی کسی که میخوای ازدواج بکنه هرچند مال و مکنت و ثروت و دارایی و اینها داشته باشه، اگر امو آداب ازدواج و تعالیمی که نیازمند ازدواج کردن هست با او آشکار و مشهود نباشه، مثل همین رانندهی که همه امکانات داره ولی آدرس نداره، در یک سردرگمی زندگی میکنه. مسئله ازدواج هم همچنان گیریم که تمام امکانات و شرایط یک فرد داشته باشه ازدواج بکنه، ولی اگر آداب ازدواج، اصول ازدواج، پرنسیپ های خانوادگی را بلد نباشه، فکر میکنم او به یک چاوچولی خواهد بود که هم خودش بدبخت میشه، هم طرف مقابل بدبخت خواهد کرد. خیلی از ازدواج هایی که عرض کردم اوقلایی نیسته، یکی بخاطر از عدم آگاهی از ازدواج، دیگر مسائل ظواهر پرزرق و برق روزگار هسته. شرایط فعلی طوری هست که ظواهر اغوا کننده و فریبنده بی نهایت وجود داره. سیالی ها، رقابت ها و همچشمی ها در اکثر ساحات دست و پاگیر مردم شده و بیشتر حالت های تقلیدی رو گرفته و بعضی هم ازدواج ها به دنبال ازی هستند که ثروت و مکنت و مقام و منزلت داشته باشه، به دنبال مثلا مادیات رجوع میکنند که مجالس آنچنانی برپا میکنند، گلارایی های خاص، تزیینات خاص با مجلس میدن، خرج و مخارج زیاد رو دستشان میگذاره، اما به حساب کوانتیتی یا کمیت داره و کیفیت یا کوالیتی نمیداشته باشه. و همچنین در بخش ازدواج ما بحث کردیم که خیلی خانواده هستند که با شور و شعف میخوان همین که فرزندشان به سن قانونی میرسه او را ازدواج بدن. بسیار شایق هستند، بسیار علاقمند هستند. درست است، کار خوبی هست، اما رشد و بلوغ جنسی یا جسمی نمیتونه ملاک بر ازدواج باشه که شما تصمیم بگیرین که اولاد خود سری به خانه بختش بفرستیم. نه، بلکه رشد و بلوغ فکری یا منتالیتی خاص به کار داره که از نقطه نظر فکری هم میچور باشه، آماده باشه، نه تنها از لحاظ فیزیکی میچورتی شرط هسته. ازدواج ها تنها با این نیست که بعضی سنت های دست و پاگیری که در محیط های خصوصا در محیط های اسلامی هست که ما وقتی که دختر خود ازدواج میدین اولین پیامی که برای دختر صادر میکنین به خانواده داماد میگین که دخترم با چادر سفید برو، با کفن سفید از خانه برای. خب این درست نیست، در واقع یک حالت بردگی و حالت کنیزی و غلامی رو میرسانه. چرا یک انسان از انسان از خود کرامت انسانی داره؟ به هر صورت ازدواج هم این نیست که یک عمر سوختن و ساختن باشه. خب بسیاری فامیل ها میگن ما رسم رواج ما نیست، ما به حساب از نقطه نظر فرهنگ، ما از نقطه نظر آبرو و حیثیت خانوادگی ما این رسم ندارن که مثلا هر ظلم، اتهام، بوتان به حق اون دخترشان بشه و اینا گذشت بکنن و چه نکنن. بلکه وظیفه پدر و مادرها هست که دختران خود قبل از ازدواج، فرزندان خود قبل از ازدواج و بچه ها همچنین پسران خود اینا آموزش بدن، بعضی تعالیم حداقل بیسیک و ابتدایی رو برشان بیاموزانن که اون وصلتی که انجام میشه، اون دختری که پا به خانواده داماد میگذاره در واقع این فرزندشان هست. اگر به همی ایده، به همی تصور شما فرزند خود به خانه بخت روان کنین، فکر میکنم اونا با یک روحی بهتر میتونن زندگی خود شکل بدن. دیگه ازدواج تنها این نیست که محصول زاد ولد باشه و تولد و تناسل باشه، بعد خیلی مسائل و خیلی چیزهایی را در ازدواج باید پدر و مادر
برادرها مرئی داشته باشند و سرش کار بکنند. مسئله دیگه اینه که ازدواج نباید با تصور دیگران، با تأیید دیگران انجام شه. مثلا یک خانواده دختر پدرش بروی حجب و حیای حضور یا به احترامی که داره میگه اختیارش دست کاکایش است، یا اختیارش دست پدر بزرگش است، یا دست مامایش است. درست است، یک احترام است، اما این نمیشه که فرزند خود فدای اختیارات کسی بکنن که او در این قسمت ها مایه نداشته باشه و سنتی و تحجرگرایانه برخورد بکنه با دختر شما. دختر شما به یک عصر و زمان دیگه بزرگ شده، فرزند شما به یک دوران دیگه رشد کرده، تعلیم گرفته، محیط فرق کرده، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی همش عوض شده. شما باید بر مقتضای عصر و زمان تا حدودی که هم شاعر و آداب فرهنگی ما رعایت بشه و هم یک مقدار بتونیم خود با این فرهنگ ها عجین بسازیم و خود آراسته بسازیم. در غیر اون صورت دختر یا پسر که فرس میشه از طریق خانواده، یعنی تحمیلی ازدواج صورت میگیره، این به یقین بدانین که فضای خانواده روز بروز متشنج و متشنجتر شده میره و بعد هر یک، یا دختر و یا پسر، یا عروس یا داماد، هر کدامشان اینها عقده‌بند میشن و بعد از لحاظ عاطفی یک مقدار تعلل پیدا میشه به اخلاق و حرکاتشان. پس وقتی که محبت و عاطفه و عشق اینها از زن و شوهر یک مقدار کاهش پیدا کنه، به یقین بدانن که این محبت دیر یا زود از جای دیگه تلافی خواهند کرد، چی مرد، چی زن، چی اطفال. فلحاظا خیلی از تکنیک های معاشرتی هست که والدین محترم باید قبل از ازدواج دادن فرزندان خود این مسائل مرئی داشته باشند و بی نهایت توجه کنند، که البته تا حد توان شاید بعضی خانواده ها آراسته به همچو آگاهی های لازم شرایط کنونی نباشند، اما ایجاب میکنه که از یک فرد حاذق، یک فردی که در زمینا کارشناس باشه، وارد باشه، نظرات و مشورت های نیک اون شخص گرفته بشه. ما برای ازدواج دادن ها زمانی که دختر و پسر اپوینمنت نکاح همراهیم دارن، ما اولین پیشنهاد و توصیه به ایشان اینه که اگر امکانات باشه پدر و مادرها این دو جوان خود بیارن، دختر و پسر بیارن به نام پری ودینگ سشن، یک جلسه قبل از نکاح، قبل از ازدواج داشته باشن، تا در زمینه ازدواج، در زمینه مسئولیت های ازدواج یک سری رهنموده های برای دختر و پسر داده بشه، چی به زبان انگلیسی چی به زبان فارسی. دختر و پسرهای ما تقریبا یک تعدادشان خالی و ذهن هستند، اما قلبای پاک دارند، بسیار شنوینده هستند، شنوینده بسیار خوبی هستند و از حرفای معقول خوششان میه، از حرفای منطقی خوششان میه و من مطمئنم که در مسیر زندگی، خانوادگی، آینده و زناشوییشان خیلی خیلی نقش میداشته باشه. کوشش کنین قبل از مراسم نکاح و ازدواج شما یک سری تدابیری داشته باشیم تا آماده بسازین برای دختر پسر جهان خود. شما که وصلت میکنین با او دختر، او دختر عین فرزند شما میشه. شما که وصلت میکنین با او پسر، در واقع او جز خانواده شما میشه. هر دو فرزندان شما هستند. خدای نکرده پریشانی و ناراحتی هر کدامشان، پریشانی و ناراحتی هر دو خانواده خواهد بود. این یک پیشنهاد محض که خانواده ها بسیار
جدی تلقی بکنن که قبل از مراسم نکاح و ازدواج خود زحمت بدن یک جلسه مشورتی به نزد کسی که پروفشنال باشه، مسلکی باشه، کارشناس باشه، چیز فهم باشه، باسواد باشه، یک جلسه به نزدش داشته باشیم تا مورد تایید جوانای عزیز شما قرار بگیره. زندگی ساده نیست و خیلی کوتاه است، خیلی مختصر است و خیلی هم فرجل یا به اصطلاح شکننده است. همه بلد هستند زندگی کنند، اما بلد نیستند که زیبا زندگی کنند، خوب زندگی کنند. زندگی خودش در واقع یک عادته، اما خوب زندگی کردن فضیلته. اینا چیزهایی است که شما بعضی مواقع میگذارین که وقت و زمان بگذره تا به سر خود شما تطبیق بشه، بعد میگین والا راست بوده یار. چرا این کار میکنین؟ پیش از اینکه به سر خود ما این مسائل تطبیق بشه، ما باید کنجکاو باشین. انمی نقطه ضعفایی که در وجود ما هست، خلایایی که در وجود ما هست، ما اینا را باید پر بکنین و امروز هیچ نوع اکسکیوز یا معذرت وجود داشتن نمی باشه، بخاطر از اینکه بی نهایت شرایط و امکانات برای همه میسر است، برای همه مساعد است. همه ما و شما از امکانات سوشال میدیا آگاه هستین، همه دسترسی تام دارین، میتونین استفاده بکنین، میتونین خود زحمت بدین در هر رابطه که شما خواسته باشیم سرچ بکنین، شما میتونین بسیار مطالب را پیدا بکنین که به سود خود شما خانواده باشه، به سود جوانای شما باشه. درست مثل اینه که یک معلم به سر کلاس درس بده برای 30, 40, 50, 60, or 90 تا شاگرد، اما به همه یک سان درس بده. پلان درسی معلم یک سان هست، یک نوع آمادگی است، اما این شاگرد ها هستند که استعدادهای مختلف دارن، با استعداد از استعدادهای مختلف استفاده میکنن و به سویه های مختلف، به لیول های مختلف برداشت میکنن و ممکنه که همه در یک کلاس ممکنه سواد بگیرن، با سواد بشن، اما همه فهمیده نشن. فهمیدگی تا سواد بسیار فرق داره. خیلی کسا هستن سواد اکادمیک دارن، تحصیلات دکترا و مستر دیگری و فوق تخصص و اینها دارن، اما بسیار چالش ها و مشکلات در فهم اونها وجود داره. یعنی اینقدر قوه تشخیص به طور متبارز نمیتونن داشته باشن. بسیار کسایی هستن که از همین محیط غیر اکادمیک، محیطی که ما زندگی میکنن، که هر روز با ما بزرگترین آموزگار محیط زیست ما هست، خیلی کسا هستن بسیار چیزا استفاده میکنن، هر روز استفاده میکنن، ولی وقتی پای صحبتشان میشین آدم میبینین واقعا از ده ها تا فرهنگی و اکادمیک اینها حضور ذهن بهتر دارن، اطلاعات بهتر دارن، مطالب بسیار منسجم و مبسوط و همه جانبه را میتونن ارائه بدن. یک پس یک موجود مثبتی است و این بستگی به خود انسان داره، به تب و تلاش های خود انسان وجود داره. امروز تمام دانشگاه ها، تمام دانشکده ها، همه در خانه های شما وجود داره، به داخل آیفون شما هسته. سلفون ها خود باز کنین، خیلی چیزها رو میتونین استفاده کنین، به جای از اینکه چتنگ های بی فایده و بی مورد و زیان بخش شب و روز خود گم کنین، میتونین چیزهای مثمر ثمر بگیرین که هم از اون لذت ببرین و هم از یک برکات آیده حالا شما شه و هم سطح دانش و سویه شما بالا بره. ما در آینده ممکنه یک بحث راجع به عوارض جانبی اینترنت و کامپیوتر و این تکنولوژی امروزه، ممکنه ما بحث های در آینده ضمن برنامه اخلاق در خانواده داشته باشیم که چقدر ساید افکت یا عوارض جانبی این اینترنت بالای خود ما و بالای فامیل ها و خانواده ها و اطفال ما اثر گذار شده و این بحث های مفصل در این زمینه انشالله به جلسات بعد خواهیم داشت. پس خانواده های عزیز، ازدواج از خلال صحبت ها و بیاناتی که در چند جلسه خدمت شما عرض کردم چی میتونه باشه؟ ازدواج آگاهی است،
ازدواج معنویت است، ازدواج شایستگی است، ازدواج کفویت و سنخیت است که ما در همه ابعاد ازدواجی باید این مسائل در نظر بگیریم. خب اگر اینا در نظر گرفته نشه چی میشه؟ خانم اینه که توازن قدرت در خانه و خانواده برهم میخوره. ما چرا برای بقا و تداوم حیات بیولوژیکی خود برای دفع امراض و آفات مبارزه میکنین؟ به خاطری که صحت بمانین، به خاطر صحتمند باشین. به همین قسم مبارزه همونطوری که راجع به آفات و امراض به خاطر حفظ و بهبودی صحت خود مبارزه بکنین که صحتمند بمانین، همین قسم مبارزه علیه خرافات و سنت های دست و پاگیر شرط است، واجب است، فرض است که ما اینا را داشته باشیم. و تا چی وقت؟ پس مبارزه علیه تهجرگرایی، جهل و نادانی فرض است، از جمله شعائر دینی و وجایب و مکلفیت های دینی ما هست که ما ایره جز امورات حیات روزمره خود باید قرار بدیم. جهل، ما احادیث فراوان داریم حتی به متون دینی، ما مراجع کنیم راجع به جهل و خرافات و نادانی بسیار زیاد مطالب داریم. ما الجهل و معدن شرور، یعنی جهل، نادانی معدن تمام شرارت ها هسته. حتی کسایی که جاهل باشن، جهالت فقر وجود میاره. فقر که به وجود آمد، حتی کسایی که در فقر زندگی میکنن عباداتشون حتی کامل نمیتونه باشه، اشکال داره از نقطه نظر شرعی و اینها. به هر صورت آدم جاهل همیشه غرق است. یک کسی که مثلا یک انسانی که در آب غرق میشه، این غریقه ای خوشبخت است، این برای یک دفعه غرق میشه، خب تمام شد رفت. اما یک آدمی که جاهل باشه تمام لایف تایم زندگی خوده هر آن او غرق خرافات و جهالت خود است. پس او کسی که یک مرتبه در آب غرق میشه ارجحتر است نسبت به ای که جاهل باقی بمانه، انسان که هر دقیقه غرق جهالت باشه. زمینه های ارشادی همانطوری که عرض کردم بی نهایت وجود داره. از خانواده های عزیز مجدانه تقاضام ایست که خود زحمت بدن قبل از ازدواج فرزندانشان چشمانشان باز کنن، همه عرصه های ازدواجی رو در نظر بگیرن. بعد از ازدواج، بعد از تحقیق که ازدواج تمام میشه، وقت اگه لیف تو گاد، همه رو به خداوند بزرگ بسپارین، هرچی باد و باد. بعد وجدانا نارام نیستین. چرا؟ به خاطر که تحقیق کردین، سرچ کردین، در این زمینه ها اطلاعات کافی رو گرفتین، به ازدواج های فرزندای خود او رو شریک ساختین. دیگه بالاتر از توان خود کسی کاری کرده نمیتونه. حداقل وجدان شما آرام است که شما نهایت زحمت و کوشش خود کردین. و هیچ جوری هم وجود نداره در عالم هستی که او 100% موفق باشه. خیلی جورهایی که بتونن تا 70% اینا توافقات داشته باشن از نظر ما اوکی هسته، و 20-30% دیگه که میمونه you have to work on it، باید سرش کار بشه، پرکتس بشه، چون پرکتس makes perfect. مشق و ممارست در تمامی امورات زندگی انسانی خیلی نقش بسزایی بتونه داشته باشه. حال میرسیم به انواع ازدواج ها. ازدواج ها، تحلیل و بررسی ازدواج را به چند جلسه خدمت شما انجام دادم. امیدوارم که شما این برنامه را یک پشت دیگه پیگیری کنین، به خاطر که مثل زنجیر با هم مرتبط هسته. یک لینک و کوهیرنسی مطالب در قاطع موضوعاتی که مطرح میشه وجود داره. و حال که ماهیت ازدواج، تعریف ازدواج، فلسفه ازدواج، اهمیت ازدواج در طی این
جلسه به عرض حضور رسید، با حال ما راجع به انواع ازدواج ها صحبت بکنیم که چه نوع ازدواج هایی وجود داره. به طور کل دو نوع ازدواجه: ازدواج های موفق و سالم و ازدواج های ناموفق و ناسالم. حال ببینیم که ازدواج های موفق چیه، ازدواج های ناموفق چیه. ازدواج های موفق و سالم انمو ازدواج های حقیقی هست که با معنویت، با کفایت، با درایت، با دانش، با آگاهی انجام میشه و کفویت در همه ابعاد در نظر گرفته میشه. مثلا دختر پسر که ازدواج میکنن نگاه میکنن که از لحاظ کفویت، مثلا سن و سال، مثلا تحصیلات، مثلا مقبولی و حالت عادی بودن، از لحاظ مثلا منطقه‌ای، از لحاظ نژادی، از لحاظ دینی مذهبی، از لحاظ لسانی. چون بعضی کسا ممکنه مسائل لسان و مذهب و دین و اینها را خیلی زیاد او را وقع نگذارن، اما به نزد بعضی از خانواده‌های ما این مسئله از جمله اولویت ها هست، بسیار مهم است. پس این نمیشه که شما وقتی به خواستگاری میریم طرف یک خانواده باشه که با معیارهای خانوادگی یا ساختار زندگی اونها با شما در همین ساحات متفاوت باشه. اگر متفاوت بود کوشش کنین که نظر دختر و پسر خودشان باید بگیرین که اینها چقدر با هم دیگر بتونن تطابق داشته باشن. همین مسئله از نگاه شرعی ما، مسئله انگیجمنت تا یک مرحله است که تا رسیدن به ازدواج هسته. مرحله انگیجمنت از نقطه نظر تعالیم دینی برای همی است که یک دوری مشخص تعیین شده تا دختر و پسر خوبتر بتونن همدیگر بشناسن. اینه که مسئله کفویت و سنخیت مطرح میشه، این به اون معنا هست. بر صورت مسئله دیگه که خیلی مهم هست به ازدواج های موفق و سالم، مسئله عشق است، عاطفه هست. عشق خودش یکی از پدیده‌های شرعی و دینی ما هسته، اما نه عشق رومانتیک، نه عشق گذرا، نه عشقی که ترانزینت باشه، زود گذر باشه، مثل بعضی از انسان‌های همین محیط متمدنی که با زندگی میکنین. عشق باید حقیقی باشه، باید ترو باشه، پیور باشه، خالص باشه و عشق الهی باشه، محبت خدایی باشه، معدت بین زن و شوهر باشه. اگر وجود نداشته باشه، همانطوری که اشارتاً عرض کردم، اگر بین اعضای خانواده، بین زن و شوهر عشق و محبت و عاطفه نباشه، انمی کمبود محبت حتما چی به شکل اختفایی، چی به شکل آشکارا از جای دیگر اینها تلافی کردنی هستند. و بعد ازدواج های موفق و سالم رعایت اصول هسته، اصول و ضوابط ازدواج. همونطوری که شما در سایر بخش های روانشناسی و به حساب سوسیولوژی و بخش های علمی دیگه که شما علاقه دارین و کوشش میکنین مطالعات داشته باشین، در قسمت اتکس اخلاقیات است، علم اخلاق است. در قسمت ازدواج که مریج خودش بحث های بسیار متوالی داره، شما میتونیم سرچ کنین، میتونیم ببینیم که چه نوع نرم ها و میزان های برای ازدواج خوب و سالم وجود داره و چه نرم هایی هست که برای ازدواج قابل تایید نیسته. اینا فراول بتونیم خودش با این را چی کنن. و حتی ما در گذشته بزرگای ما خدا رحمت کنه، اینا در ابو کلتور و فرهنگ ما میگفتن که ازدواج کردن حتی از اداره یک کشور هم سختتر و مهمتر است. مثلا مثال میوردن که یک ولیعت به سن 14 سالگی میتونه ولیعت یک کشور باشه، یعنی یک قلمرو یک کشور به کنترل خود داشته باشه، اما اون
ولیعهد 14 ساله به سن 14 سالگی ازدواج مجاز نیست، باید از 16 کم نباشه و به 18 و اینها باشه، روی 18 یا 18 باشه. خب ببینیم که این خب روی تجاربی که اینا داشتن به خاطر که منیجمنت خانوادگی، منیجمنت یک ازدواج به مراتب به مراتبش مهمتر از همون منیجمنت یک دولت است. خب این بزرگان میگفتن و البته آنچنانی به مو حساب عرفی که بوده خلاصه میخواستن بگن، میخواستن اهمیت صحت و سقم ازدواج میخواستن برای جوانا خود تفهیم بکنن و انمی چیزر همیشه زبر زدشان بود برای جوانا خود توصیه میکردن. وقتی که انمی مطالب در نظر بگیرین، این ازدواج زوج میشه، جوره میشه به نام زوجت و صالح، زوجی که اصلح است، پسندیده است، ارجحتر از تمام ازدواج های ناهمگون و ناموفق هسته. ما وقتی که عاقد محترم در وقت عقد نکاح خطبه میخوانه، یکی از آیات مبارکی که در خطبه مبارکی نکاح هسته، ان الله کان علیکم رقیبا، یعنی شما اگر مبتنی بر اصول و آداب و قوانین خود ازدواج باشین، یعنی رعایت بکنین اصول و آیین ازدواج، ان الله خداوند بزرگ کان علیکم رقیبا، در تمامی ابعاد زندگی مراقب شما هست، یعنی شما رو خداوند حفظ میکنه، یعنی دست خداوند با شما هست در صورتی که اصولی ازدواج شما پاک عاشقانه باشه. و میفرماید و کان الله لیذر المؤمنون، کسایی که منظور از مؤمنون کسایی که ایمان دارن، ایمان بخش دینی تنها نمیگن، کسایی که در امن میخوان باشن، یک ازدواج امین و سالمی داشته باشن، میخوان که در امن ازدواج داشته باشن، ازدواج اصلح و پسندیده داشته باشن، و کان الله لیذر المؤمنین، یعنی اونا رو خداوند به حالشان نمیگذاره. این تبعیض که خداوند مراقب اوضاع و احوالشان هست و اونا رو دوست داره و مشیت الهی حاکم بر اراده ما هست. پس ازدواج موفق و سالم زاینده برکت هاست، رزق روزی رو زیاد میسازه، فقر از بین میبره و در فساد و بد اخلاقی رو میبنده. و حتی برای همینه که میگن ازدواج بکنین، تزوجو ترزقو، ازدواج بکنین رزقش با خداوند است، خدا خودش میرسانه. یک امید است، یک توکل هسته و ازدواج نصف ایمان هست. به معنا از این نیست که نصف ایمان شما با ازدواج تکمیل میشه، یعنی از دیگر نصف دین شما، نه اون به اون معنا نیست، یعنی در یک امنیت خاص اجتماعی و روحی و روانی و عاطفی قرار میگیرین. وقتی ازدواج میکنین، اگر ازدواج سالم باشه، یک امنیت خاصی داره، شما امنیت روحی دارین، یعنی نصف تشویش ها و استرس ها و ناراحتی ها شما با ازدواج سالم برطرف میشه. خدا پناه ده که ازدواج ناسالم و ناموفق باشه. و خدا هم میفرماید که شما هیچ وقت گله و شکایه از من نداشته باشیم. چرا؟ قرآن عظیم الشان صریح میفرماید یرید الله بکم الیسر، ما به شما آسانی ره ما فراهم کردم، ولا یرید بکم العسر، من برای مشکل شما که من چه نکردم، خلق نکردم مسائل. به هر صورت این بود ازدواج های سالم و موفق. اما ازدواج های ناسالم و ناموفق چیه؟ ازدواج های ناسالم عکس اون چیزی که ما در اوایل گفتیم. اگر ازدواج شکل بگیره که بر مبنای عشق مجازی باشه یا رومانتیک لف باشه یا از طریق ازدواج های انترنتی باشه یا لف مریج باشه، خب به طور عمومی صحبت میکنم، استثناءات بی هست، اما به طور عموم اینها به موفقیت نمی انجامه. ازدواج های از مسیرهای دور، راه های دور، از طریق انترنت ازدواج میشه، یا ازدواج های به شکل لف مریج. ما شاید از این هستیم، من شخص خودم، کسایی ازدواج کردن در می سال جاری از کمیونیتی خود ما،
که اگر امروز به طور مثال چند برج بود ازدواج کردن، بعد از 4 روز پس اینا به طلاق انجام میده. 4 روز، درست 4 روز. خب وقتی از اینا استفهام میکنادم که عزیز من شما ای ازدواج را از کجا کردید؟ پدرها و مادرها شما چشم بسته به خواستگاری رفتن؟ میگم نه. خب شما پس چی رقم همدیگر پیدا کردیم؟ وقتی پدر و مادر شما دخالت به ازدواج نداشته، خود شما همدیگر پیدا کردید؟ میگم بله. و این همیج مستند صحبت بکنم خدمت شما. ولی میگن ما خود ما پیدا کردیم. بعد سوال بعدیم از اینا بود که چی مدت شما با همدیگر شناخت داشتین؟ آیا همدیگر رو میشناختیم یا بم یک روز همدیگر دیدیم تصمیم گرفتیم ازدواج بکنین؟ باور کنین همون مجلس نکاحش خودم کردم. انقدر پرزرق و پرخرج و فنسی مجلس بود، یک مقدار زیاده اینا مخارج به مجلس کرده بودن، یعنی 4 روز بیشتر به طول نینجامید. و بعد وقتی که از اینا سوال کردن که شما چی مدت همدیگر میشناختین بعد تصمیم به ازدواج کردین، 2 سال اینا با همدیگر هنگران میکردن، 2 سال با همدیگر رفیق بودن، دوست بودن. آخر ناراحت شدم، گفتم به این 2 سال شما با همدیگر چی میگفتین؟ I love you, you love me. خب همی شد زندگی. و بعد با همی تصور، با همی پدیده، با همی فیصله رسیدیم که شما عروسی هم بکنین، زیر یک سقف قرار بگیرین. به 2 سال شما همدیگر نشناختین، به 4 شب که زیر یک سقف عروسی قرار گرفتین، پدرها و مادرها و خانواده را پریشان ساختین و خود شما کننده کار بودین. خب ببینین شما به این 2 سال که نشناختین چطور بود که به 4 روز ازدواج شما دوام کرد و بعد به طلاق انجامید؟ به این مدت 4 روز شما هم دیگر دقیق شناخته چطور بود؟ به هر صورت متاسفانه این مسائل هست. ما برای عاشقا، برای کسایی که عاشق میشن، برای کسایی که میخوان عاشقانه ازدواج کنن ولی اینا عشق رومانتیک میکنن، این به یقین بدانن با اگر رابطه شما با نگاه آغاز بشه با شناخت سرد میشه. اگر اوت رابطه‌ای که شما خواستید با نگاه کردن و اینا عاشق بشین، به یقین بدانید با شناخت وقتی که نزدیک شیم زیر یک سقف قرار بگیرید، او سرد میشه و از بین میره. اگر رابطه با شناخت آغاز بشه، بعد با نگاه عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و محبت آفرین میشه. ببینیم 2 تا اصل فلسفی بسیار مهم در ازدواج وجود داره. پس نگاه های اجمالی و زودگذر و این ازدواج های عاشقانه و رومانتیک اینا ره به جای نمی بره. دوستان عزیز، کوشش کنیم زندگی شیرین خود خراب نکنین. از اول فکر کنین، بعد ذکر کنین. اول هر کار باید طرح داشته باشیم، پلان داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم. سرش ایجاب میکنه ساعت‌ها فکر کنین، کار کنین، هزینه کنین، خرج کنین. اما بهتر از اینه که خدای نکرده به یک دفعگی میگه به یک بارگی که آدم تصمیم بگیره، اینا باز دودش بالاخره آدم رو کور میکنه. به هر صورت ازدواج های دیگه که هست ناموفق، ازدواج های اجباری هست. به لحاظ خدا خانواده های عزیز، ده‌ها مورد، صدها مورد ازدواج های وجود داره که والدین دختر خوده، بچه خوده کنو به یک سن هستن که سن از نگاه سایکولوژی خدمت شما عرض کنم به نام بسشل پیریت میگن، دوری حیوانیت به او خطاب میکنن. همین دوری که تینیجر رو تا سال تا سن 24 و 25 اینا بسشل پیریت هسته، دوری حیوانیت هر انسان هست، تمام ما انسان ها. خب به این دوره پدرها و مادرها برای دختر خود میگن بچه کاکاید یا بچه ماماید یا بچه خالد به افغانستان هسته، بیا اون او رو بگیر و ازدواج کن با اینا. خب ایره سرش میخونن و گپ میزنن، ایره راضی میسازن، بعد از اونجا اسپانسرش میکنن. وقتی آمد 3 ماه 6 ماه دوام نمیکنه، منجر به طلاق میشه. اینا ازدواج های ناموفق هسته. باید قبل از این فکر کنین دختر شما یا عکس از او پسر شما به این محیط بزرگ شده، چند سال شما به این محیط هستین، به این مکاتب رشد کرده، همین عنعنات فرهنگ آیین و شعائر فرهنگی همین محیط غرب خواسته و نخواسته برش تعمیل شده، جز شخصیات شده. در افغانستان کوئجوکیشن نبود، در اینجا کوئجوکیشن است. از هر قماش
196 ملت های مختلف دنیا در این مکاتب هست، در این کانادا هست، فرزند هر کس هست، از هر کلچر، از هر آیین کیشی، از هر دین و مذهبی هست، از هر نژادی هست. خب این فرزند شما با میجی 10 سال 15 سال تحصیل کرده، بعد شما والدین به خاطر حس عاطفی مجبور میسازیم فرزند خوده که با پسر خاله، پسر عمه، پسر ماما یا پسر کاکا ازدواج بکنه. That's not fair. این درست نیست. باید همه ابعاد زندگی فکر کنین. به لحاظ عاطفی شما دختر خود فدای عاطفه قوم خش خود کردین. این ازدواج ناموفق است. ازدواج های دیگه است، ازدواج های مصلحتی. بعضی ها مصلحت برای میدانن مثلا کاکایش ثروت داره، پول داره، مال میراث زیاد داره، بچهش اونجا مانده، دختر خود میگه که حتما با او ازدواج کنه، پیسه دارن، مال دارن، ثروت دارن، بزنس های کلان دارن اینها، به خاطر ارث و مال اینها. اما این ازدواج کجا فکر میکنین که دختر خود به یک جهنم سوزان شما روان میکنین، اسپانسر میکنین، بیای به اینجی نگاه میکنی انعنات و رسومی که او از یک جا و تمام روز موبایل و سلفون و تلفون دختر شما رو چک میکنه، کجا رفته، کی برات زنگ آمد، کی زنگ زده، کی چیکار کرده. حتی خیلی وقت شده که کمرشیال زنگ آمده. خب میفهمین که ما این سیستم به این شکل است، تلفن های کمرشیلی آمده، خود تبلیغاتی به تمام تلفن ها وارد است، میای جلویش نمیتونه آدم بگیره. خب به همین خاطر این تلفن کی بوده، این مرد خارجی کی بوده، اینا صدایش ما ثبت دارم، اینا چنین است، فلان است. خب شیرازی زندگی ها برهم خورده. پس ببینیم اینا سنخیت و کفیت نیست. این نوع ازدواج، ازدواج مصلحتی و ناموفق است. ازدواج های وارداتی همینه که از خارج از کشور کانادا یا از هند یا از پاکستان یا از افغانستان یا از ایران یا از تاجیکستان، مسکو و سایر کشورها، اینا همیت به سرعت دختر بچه خود ازدواج بدن. اگر شناخت عمیق و آنچنانی نباشه از نقطه نظر خصال و ممیزات شخصیتی، بفهمیم که این ازدواج به ثمر نمیرسه. اینم در مورد ازدواج های وارداتی. البته استثنات عرض کردم، ممکنه به 100 فامیل 2 یا 3 فامیل موفق باشه. پس کدامش اکثریته؟ اون چه اکثریت قابل نیکویش هسته که ناموفق است. خب ازدواج های توافقی که ناموفق، مثلا تبادله است، تبادله مثلا دختر با بچه، بچه با دختر تبادله میکنن. یک فامیل دختر خود میگه من میدم برای بچه شما، شما بچه خود به دختر ما یا دختر خود برای بچه ما بدین. این ازدواج های تبادله ای هم که در امو فرهنگ و کلچر ما معموله، اینا هم ناموفق و ناپسندیده است، حدود بیشتر از 90% شد. و ازدواج های نارس، ازدواج های نارس سن و سال کم، به سن اندر ایج هستن، سن الو سن پختگی نرسیده، اما پدرها و مادرها دوست دارن که زودتر به حساب همو افتخار خوشو بودن و افتخار خسور بودن برای از اینا ایره کمایی بکنن. این درست نیسته. این دختر و بچه هنوز میچور نیستن، اینا هم راه به جای نمیبره و بالاخره منجر به بعضی خشونت های خانوادگی میشه یا ازدواج های اجباری. ازدواج هایی که از روی عاطفه باشه، به طور مثال میگن ثواب داره، یک طفل صغیر هست میمونه، میگه او رو برای بچه خود بدم که ثواب بشه و اینها. درسته کار ثواب کار خوبی هست، اما چی بهتر که یک مقدار در این زمینه مطالعه بشه. اگر دیدیم که بر رضا و رغبت و خود فرزند شما سازگار بود، بله اشکال نداری کار بکنین، ثواب هم هست بتانین، به شرط که او را ترین کنین. و ازدواج های تبعیزی، بسیاری وقتا از نقطه نظر لسانی قصدن میگن ما ازدواج را شکل میدین که اون او پشتون است، ما با پشتون باید چه کنن، او را بگیرین، یا پشتون میگه دختر از غیر پشتون است، ما ای را بگیرین برای ثواب بگیرین، یا عکس از او مسئله شیعه است و مسئله سنی هست که این مسئله متاسفانه رایج هست و صورت گرفته که اینا هم راه به جای نمیبره. پس خانواده‌های عزیز، زندگی بسیار کوتاه است، قدر
امی زندگی هایتون بدانین. ما و شما الحمدلله به سرزمین های زندگی میکنین که وفور نعمت هست. خداوند همه نعمات برای ما و شما آماده ساخته. بیاین از این نعمت های خداوند نیک استفاده کنین، خوب استفاده کنین، ارزش های امین نعمت ها رو بدانین، قدر نعمت ها رو بدانین. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شما لی ظاهر قضیه رو نبینین، شما غرق نعمت هستیم. اگه شکران نعمت نداشته باشیم، دیر یا زود شما با کفران نعمت مواجه خواهید شد. پس زندگی خیلی کوتاه هسته، صرف یک لحظه بیداریست. فراز و فرودها در زندگی ما و شما زیاد وجود داره، اما چیزی که مهم هسته یک مبارزه هست که ما باید به زندگی مبارزه کنین. و امروز از این ندانم کاری ها 80% فساد جوامع یا کمونیتی ها از همین خانواده های ما و شما نشأت میگیره، از همین اجتماع کوچک نشأت میگیره. بهشت و دوزخ و نار و نور در واقع به دست خود ما هسته. ما هسته میتونیم زندگی خود بهشت بسازیم، ما میتونیم زندگی خود برای خود جهنم سوزان بسازیم. پس به پایان مطالب رسیدیم، پایان برنامه هستیم. اگر خانواده عزیز شما مطالبی دارین، موضوعاتی دارین که در خور نشر به این برنامه باشه، میتونین با ما تماس بگیرین یا با شماره تلفن ما 416-876-8770 هر وقت 7 روز هفته در خدمت شما هستم. و سرویس هایی که ما انجام میدم، مراسم عقد نکاح و ازدواج به زبان انگلیسی و همچنین ثبت و راجسترشن کانادایی و قرارداد قبل از ازدواج یا پری نپچوال کانترکت و یا جلسه قبل از نکاح و ازدواج، یا مثلا در بخش امیگریشن ما دعوتنامه های رسمی خدمت شما تهیه میکنین و سوپر ویزا و یا نوشتن کیسه های پناهندگی، خانه‌پوری، تمام انواع فرم های امیگریشن ما به خدمت شما هستیم. و اگر خدای نخواسته کدام منازعات خانوادگی وجود داره، برای حل منازعات اول مخواهش من اینه که برای کمونیتی خود، برای افغان خود زنگ بزنین. اگر ما تونستیم مشکل شما رو حل کردیم، مسالمت آمیز صلح و صفای آوردیم، به کامپرومایز رسیدیم، خب اگر نتونستیم 911 رو هر زمان شما زنگ زده میتونه. پس چی بهتر که گریبان خود شما به دست دولت نسپارین. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار همگیتون بود. تشکر.